با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه هستیم. آقای غیبی، در مورد گزارش‌ها از قطعی آب کشاورزی و آب شرب در روزهای اخیر چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید؟ بله، بحث آب از خرداد ما خبرهای جسته گریخته‌ای رو داشتیم در شهرهای مختلف تا تهران قطعی آب رخ داده. هرچه به تابستان نزدیک شدیم در تیر ماه این قطعی آب در شهرهای بیشتری اتفاق افتاد. در حوزه کشاورزی هم همینه. در برخی استانها که مشکل آب دارن وزارت نیرو آب چاهای کشاورزی رو خریداری کرده و داره به صورت گسترده مثلا در استانهای مثل همدان داره وارد چرخه آب شرب شهری میکنه که خود این هم میتونه در آینده مشکلاتی رو برای حوزه کشاورزی و همون اندک آبهای باقی مانده در سفره زیرزمینی ایجاد بکنه. هرچه به مرداد ما نزدیک میشیم با افزایش گرمای هوا و کاهش سطح ذخیره آب سدها و آبهای زیرزمینی این اتفاق یعنی قطعی آب برای مخصوصا در حوزه آب شرب خانگی بیشتر حس خواهد شد. فعلا میشه گفت دامنش محدودتره، کمتره، ولی بحران اصلی در اواخر مرداد ماه رو خواهد داد. در برخی شهرها که تأمین از دست مسئولین هم خارج شده مثلا شهرستانی که شما نشان دادید، خب قطعی مستمر هست، روزهای طولانی هست. در سیستان و بلوچستان قطعی مثل سالهای اخیر کماکان ادامه داره، مردم در تأمین آب مشکل دارن. غالبا این مشکل در استانهای جنوبی، جنوب شرق و جنوب غرب داره احساس میشه و هرچه به اواسط تابستان نزدیک بشیم به سمت مرکز و شمال کشور هم گسترده تر میشه این قطعی و مشکل و بحران فعلی آب. آقای غیبی، این کاهش بودجه وزارت نیرو و عدم سرمایه‌گذاری در بخش آب شیرین کن‌ها چه پیامدهایی میتونه برای بخش آب داشته باشه؟ این بحث آب شیرین کن زمانی خودش رو بیشتر نشون میده و حساسیتش رو که ما توجه داشته باشیم ذخایر آب شیرین ایران بسیار محدوده و خب دریای خزر و خلیج فارس هم آب شور رو در خودشون دارن و در کنار این موضوع بخش قابل توجهی از مصرف آب شیرین کشور در حوزه کشاورزی داره رخ میده، بعد از اون حوزه صنعت هم هست. اگر جمهوری اسلامی یک تدبیری داشت حداقل در 14 دهه گذشته و استفاده از آب شیرین کن‌ها رو در دستور کار قرار میداد، مشکلات و موانع توسعه‌ایش رو برطرف میکرد و بهره میبرد از این دانش روز، میتونست حداقل در حوزه کشاورزی که بین 70% تا 90% اعلام میشه مصرف آب کشور رو به خودش اختصاص داده از این فناوری استفاده کنه و بتونه ضمن اینکه تأمین پایدار آب شرب شهری رو تضمین میکنه سفره‌های زیرزمینی رو هم به این شکل تهی نکنه و محیط زیست کشور رو هم به نوعی میشه گفت ازش پاسداری بکنه. اما این اتفاق رخ نداده. امروز شاهد این هستیم که در حوزه آب شیرین کن‌ها کشور به شدت مشکل داره و اتفاق خاصی رخ نداده و همین موضوع میتونه در سال‌های آتی با کاهش ذخایر زیرزمینی و کاهش بارندگی‌ها یک قطعی آب گسترده در سراسر کشور رو موجب بشه و در آن زمان هست که استفاده از آب شیرین کنه یا به کارگیریش هم چون یک پروسه زمانبری هست نمیتونه مشکل رو در لحظه حل بکنه. سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی با ما.